طلوع، نوشته اوشو، از کتاب نارنجی. خنده، حرکت و پاکسازی. اولین کاری که باید انجام گیرد خندیدن است، زیرا کل روز را ادامه می‌یابد. اگر با خنده بیدار شوی، به زودی در می‌یابی که زندگی چقدر پوچ و بی‌معنی است. هیچ چیز جدی نیست. حتی ناامیدیت خنده‌دار است. حتی دردت خنده‌دار است. حتی خودت خنده‌داری. تمام مدیتیشن‌ها روش‌های ظریفی برای مست کردن تو هستند. مدیتیشن خنده. هر روز صبح هنگام بیدار شدن، قبل از باز کردن چشم‌ها، مانند گربه کش بیا. تمام بافت‌های بدنت را بکش. بعد از 3 یا 4 دقیقه با چشمانی که همچنان بسته‌اند شروع به خندیدن کن. به مدت 5 دقیقه در ابتدا تلاش می‌کنی تا بخندی، اما به زودی خنده خودش می‌آید. خودت را در خنده گم کن. چند روز طول می‌کشد تا واقعاً اتفاق بیفتد، تا به این پدیده عادت کنیم، اما طولی نمی‌کشد که خود انگیخته می‌شود و کل طبیعت روزت را تغییر می‌دهد. برای کسانی که خندیدن برایشان سخت است یا احساس می‌کنند که خنده‌شان مصنوعی است، اوشو این تکنیک ساده را پیشنهاد داده است. هنگام صبح، قبل از اینکه چیزی بخوری، تقریباً 1 پارچ آب بخور. ولرم همراه با نمک. به سرعت بنوش، وگرنه قادر به نوشیدن همه آن نخواهی بود. سپس خم شو و قلقله کن تا آب بالا برگردد. این بالا آوردن آب باعث تمیز شدن گذرگاهت خواهد شد. چیز دیگری لازم نیست. در گذرگاه گرفتگی وجود دارد که باعث متوقف کردن خنده تو می شود. در یوگا این روشی ضروری است که باید انجام شود. آنها این روش را پالایش ضروری می نامند. به شدت تصفیه می کند و گذرگاه را کاملا تمیز می کند. تمام گرفتگی ها حل می شوند. شما از آن لذت خواهید برد و کل روز را احساس پاک شدگی خواهید داشت. خنده و گریه و حتی حرف زدنتان از جرفای مرکزتان خواهد آمد. 10 روز این کار را انجام دهید تا بهترین خنده را در این جمع داشته باشید. مدیتیشن است. تنها داروی ممکن است. پس مشکلاتت را فراموش کن و به درون مدیتیشن برو. مدیتیشن نور طلایی. این روشی ساده برای دگرگون کردن انرژی شما و هدایتش به بالاست. این فرایند میبایست حداقل روزی 2 بار انجام شود. بهترین زمان صبح زود است. درست قبل از اینکه از جایت برخیزی، لحظه ای که احساس کردی بیدار شده ای، به مدت 20 دقیقه انجامش بده. بی معطلی انجامش بده، بی درنگ، زیرا زمانی که تازه از خواب بیدار شدی بسیار ظریف و پذیرایی. زمانی که تازه از خواب بیدار شدی بسیار تازه و سرزنده‌ای و تأثیر اون به عمق درونت خواهد رفت. زمانی که تازه از خواب بیدار شدی کمتر در ذهنی. از این رو شکاف‌هایی وجود دارد که از طریق آنها روش به هسته درونیت نفوذ خواهد کرد. و صبح زود وقتی داری بیدار می شوی و وقتی کل زمین در حال بیدار شدن است، جریان بیداری عظیمی در سراسر جهان وجود دارد. از این جریان استفاده کن. این فرصت را از دست نده. تمام مذاهب باستانی عادت دارند صبح زود نیایش کنند، در هنگام طلوع خورشید، زیرا طلوع خورشید طلوع تمام انرژی های هستی است. هنگام طلوع آسان تر است. در آن لحظه می توانی به سادگی بر موج انرژی بالا رونده ای سوار شوی. اما هنگام عصر سخت تر است. انرژی ها به عقب باز می گردند و تو با جریان مبارزه می کنی. اما هنگام صبح با جریان همراه می شوی.
به سادگی همانطوری که در تخت دراز میکشی به پشت دراز بکش. چشمانت را بسته نگه دار. وقتی نفس را به درون میدهی تصور کن نور عظیمی از سر وارد بدنت میشود، گویی که خورشید درست نزدیک سرت طلوع کرده باشد. تو خالی هستی و نور طلایی به درون سرت میریزد و میرود و میرود عمیق و عمیق تا از پاهایت خارج شود. وقتی نفس را به درون میدهی با این تصور انجامش بده. آن نور طلایی کمک خواهد کرد کل بدنت را پاک و کاملا از خلاقیت پر میکند. این انرژی مردانه است. و زمانی که نفس را بیرون میدهی چیز دیگری را تصور کن. تاریکی از طریق پاهایت وارد میشود. رود تاریکی عظیمی از پاهایت وارد می شود، بالا می آید و از سرت بیرون می رود. آهسته انجامش بده. عمیق نفس بکش تا بتوانی تصورش کنی. این انرژی زنانه است. تو را تسکین می دهد. تو را پذیرا می سازد. تو را آرام می کند. به تو آسودگی می دهد. آهسته برو و درست بعد از خواب می توانی نفس عمیق و آهسته ای داشته باشی، زیرا بدن استراحت کرده و آسوده است. دومین زمان مناسب شب موقع خوابیدن است. در تخت دراز بکش، چند دقیقه آسوده شو. وقتی شروع به این احساس کردی که بین خواب و بیداری حرکت می‌کنی، درست در میانه دوباره فرایند را آغاز کن. 20 دقیقه انجامش بده. اگر در هنگام انجام دادنش به خواب بروی عالی است، زیرا تأثیرش در ناخودآگاه میماند و به کار ادامه میدهد. اگر این روش ساده را 3 ماه انجام دهی شگفت زده خواهی شد. نیازی به سرکوب نیست. دیگرگونی شروع به رخ دادن نموده است. در انتظار طلوع، درست 15 دقیقه قبل از طلوع خورشید، وقتی آسمان کمی روشن‌تر شده است، تنها منتظر بمان و تماشا کن. مانند کسی که منتظر محبوبش است، به شدت و عمیق انتظار بکش. بسیار امیدوار و هیجان زده و با این حال ساکت و بگذار خورشید طلوع کند و به تماشا کردن ادامه بده. نیازی به خیره شدن نیست. می توانی پلک بزنی. این احساس را داشته باش که همزمان چیزی نیز در درون تو در حال طلوع کردن است. وقتی خورشید به افق رسید، شروع به این احساس کن که انگار درست نزدیک ناف است. خورشید در آسمان بالا می آید و اینجا در درون ناف بالا می آید. آهسته بالا می آید. خورشید در آسمان بالا می آید و همزمان اینجا یک نقطه درونی از نور بالا می آید. 10 دقیقه این کار را انجام بده، سپس چشمانت را ببند. وقتی که نخست خورشید را با چشمان باز می‌بینی، نگاتیو ایجاد می‌کند. وقتی چشمانت را می‌بندی، می‌توانی خورشید را ببینی که در درون نورانی و خیره کننده می‌شود و این به شدت شروع به تغییر دادن تو می‌کند. این کل هنر مدیتیشن است. چگونه در عمل عمیق بودن، چگونه افکار را کنار زدن و چگونگی تبدیل انرژی فکر به آگاهی. در ستایش طلوع خورشید، قبل از طلوع آفتاب ساعت 5 صبح بیدار شو و به مدت نیم ساعت آواز بخوان. جیغ بکش، ناله سر بده، زمزمه کن. لازم نیست این صداها با معنی باشد. باید وجودی باشند، نه با معنی. باید از آنها لذت ببری. همین، این معنای واقعی آنهاست. باید تاب بخوری، تکان بخوری. بگذار این ستایشی برای خورشید باشد و زمانی متوقف شو که خورشید طلوع کرده باشد. این باعث می شود کل روز ریتم خاصی در تو بماند. از همان اول صبح کوک می شوی و می بینی که آن روز کیفیت متفاوتی دارد. بیشتر عشق می ورزی، بیشتر توجه می کنی، بیشتر مهر می ورزی.
دوستانه تر هستی، کمتر خشنی، کمتر عصبانی هستی، کمتر جاه طلبی، کمتر نفسانی هستی. دویدن و شنا کردن. زمانی که در حرکت هستی، هوشیار ماندن طبیعی و آسان است. وقتی در سکوت نشسته ای، طبیعی است که به خواب بروی. وقتی در تختت دراز کشیده ای، بیدار ماندن بسیار سخت است، زیرا کل موقعیت به تو کمک می کند که به خواب بروی. اما در حرکت طبیعتاً نمی توانی بخوابی. به گونه ای هوشیارتر عمل می کنی. تنها مشکل موجود این است که این حرکت می تواند مکانیکی باشد. بیاموز که بدن، ذهن و روحت را حل کنی. راههایی را پیدا کن که بتوانی همچون یک واحد عمل کنی. برای دونده ها زیاد اتفاق می افتد. شاید به دویدن به عنوان مدیتیشن فکر نکرده باشی، اما دونده ها گاهی تجربه های شگرفی از مدیتیشن دارند و آنها شگفت زده می شوند، زیرا به دنبالش نبودند. چه کسی فکر می کند که دونده می دود که خدا را تجربه کند؟ اما اتفاق افتاده است و حالا بیشتر و بیشتر دویدن تبدیل به نوع جدیدی از مدیتیشن شده است. در هنگام دویدن می تواند اتفاق بیفتد. اگر قبلاً دونده بوده باشی، اگر از دویدن در هنگام صبح، زمانی که هوا تازه و جوان است و کل جهان در حال بازگشتن از خواب است، لذت برده باشی، کل جهان در حال بیدار شدن است و تو می دوی و بدنت به زیبایی کار می کند. هوای تازه و دنیای نو باز از تاریکی شب متولد می شود. همه چیز در اطراف در حال آواز خواندن است. احساس سرزندگی بسیاری می کنی. لحظه می آید که دونده ناپدید می شود و فقط دویدن وجود دارد. بدن، ذهن و روح با هم شروع به کار می کنند. ناگهان ارگاسمی درونی آزاد می شود. دونده ها گاهی تصادفاً مرحله چهارم توریا را تجربه می کنند، گرچه از دستش می دهند. فکر میکنند فقط به خاطر دویدن است که از لحظه لذت بردند. آنها به آن توجه نکردند، اما اگر توجه کنند، مشاهده من این است که دونده میتواند از هر کس دیگری به مدیتیشن نزدیکتر شود. دویدن آرام میتواند کمک بزرگی کند. شنا کردن میتواند کمک بزرگی کند. تمام اینها باید با مدیتیشن دگرگونی یابند. عقاید قدیمی در مورد مدیتیشن را رها کن، که مدیتیشن فقط یعنی در حالت خاصی از یوگا زیر درخت بنشینی. این تنها یکی از روش هاست و شاید تنها برای عده‌ای اندک مناسب باشد، اما برای همه مناسب نیست. برای یک کودک این مدیتیشن نیست، شکنجه است. برای جوان سرزنده و پرشور این سرکوب است، مدیتیشن نیست. صبحا شروع به دویدن کن. با نیم مایل شروع کن و سرانجام حداقل به 3 مایل برسان. در هنگام دویدن از تمام بدن استفاده کن. طوری ندو که انگار دست و پایت را بستند، مانند یک کودک بدو. از کل بدنت استفاده کن، دستها و پاها، و بدو. عمیقاً از شکم نفس بکش. سپس زیر درختی بنشین و استراحت کن. عرق بریز و بگذار نسیم خنک نوازشت کند. احساس آرامش کن. این خیلی کمکت خواهد کرد. گاهی بدون کفش روی زمین بیست و خنکی نرمی و گرمی را حس کن. هر آنچه که زمین در آن لحظه آماده دادنش به توست، فقط احساسش کن و اجازه بده در میان تو جاری شود و بگذار انرژیت بر زمین جاری شود. با زمین در ارتباط باش. اگر با زمین ارتباط بگیری، با زندگی ارتباط گرفتی. اگر با زمین ارتباط بگیری، با بدن ارتباط گرفتی. اگر با زمین ارتباط بگیری، بسیار حساس میشوی و مرکزیت میابی و این همان چیزی است که تو لازم داری. در دویدن ماهر نشو، آماتور بمان تا بیدار و هوشیار بمانی. اگر گاهی حس کردی که دویدن اتوماتیک شده است، رهایش کن.
شنا را امتحان کن. اگر شنا اتوماتیک شد، رقصیدن را امتحان کن. نکته‌ای که باید به یاد بسپاری این است که حرکت تنها وضعیتی است برای ایجاد آگاهی. تا زمانی که آگاهی ایجاد می شود خوب است. اگر دیگر آگاهی ایجاد نشد، دیگر تکنیک کاربرد ندارد. حرکت دیگری کن تا دوباره بتوانی بیدار و آگاه باشی. نگذار هیچ فعالیتی اتوماتیک شود. ذهن خار است و تمام تکنیک ها خارهایی هستند برای بیرون آوردن خار اول. من روش هایی ابداع کردم. ذهن بسیار جدی است و مدیتیشن کاملا غیر جدی است. وقتی این را میگویم ممکن است سردرگم شوید، زیرا مردم درباره مدیتیشن بسیار جدی حرف میزنند. اما مدیتیشن چیز جدی نیست، درست مثل بازی است. غیر جدی، خالص و صادق، اما نه جدی. چیزی مانند کار نیست، بیشتر شبیه بازی است. بازی فعالیت نیست، حتی زمانی که فعالانه است فعالیت نیست. بازی تنها لذت است. فعالیت به هیچ جا نمی رود، ایجاد انگیزه نمی کند، بلکه تنها ناب و خالص است. جریان انرژی است، اما دشوار است، زیرا ما بسیار درگیر فعالیت هستیم. ما همیشه چنان فعال بوده ایم که فعالیت تبدیل به دل مشغولی ریشه داری شده است. حتی زمانی که خوابیم فعالیم، حتی زمانی که با آسودگی فکر می کنیم فعالیم. ما حتی آسودگی را تبدیل به فعالیت می کنیم، تلاش می کنیم تا آسوده شویم. این مسخره است، اما این به خاطر ربات گونه بودن عادت‌های ذهن اتفاق می‌افتد. پس چه باید کرد؟ تنها بی‌فعالیتی تو را به مرکز درونی هدایت می‌کند، اما ذهن نمی‌تواند تصور کند که چگونه بی‌فعالیت باشد. پس چه باید کرد؟ من روش‌هایی ابداع کردم و روش‌ها فعال بودن است و این فعال بودن انقدر شدت می‌گیرد که فعالیت به سادگی متوقف می‌شود. چنان دیواره وار فعال بودن که ذهنی که تشنه فعالیت است از سیستم بیرون انداخته شود. فقط بعد از آن، بعد از پاکسازی عمیق، می توانی وارد عدم فعالیت شوی و شمه ای از جهانی را داشته باشی که جهان تلاش و کوشش نیست. زمانی که این جهان را شناختی می توانی بی هیچ تلاشی واردش شوی. زمانی که احساسش کردی، چگونه بدون انجام دادن کاری ترها در اینک و اینجا بودن، می توانی در هر لحظه واردش شوی. می توانی همانجا در آن باقی بمانی. در نهایت می توانی در بیرون فعال باشی و در درون عمیقاً غیر فعال. روش های پاکسازی ابداعاتی مدرنند. در زمان بودا به اینها نیازی نبود، زیرا مردم زیاد سرکوبگر نبودند. مردم طبیعی بودند، مردم زندگی بدوی داشتند، متمدن نشده بودند، زندگی های خود انگیخته داشتند. به خاطر همین ویپاسانا که به معنی بینش است، توسط بودا مستقیما به مردم داده شد. اما اکنون تو نمیتوانی مستقیما ویپاسانا را انجام دهی و معلمانی که مستقیماً روش ویپاسانا را آموزش می‌دهند به این قرن تعلق ندارند. 2000 سال عقبند. بله، ممکن است گاهی از 100 نفر به یکی 2 نفر کمک کند، اما نه بیشتر از این. روش‌های پاکسازی را معرفی می‌کنم تا ابتدا آنچرا که جامعه با تو کرده را بتوانی رهایی کنی، تا بتوانی دوباره بدوی بشوی، از آن معصومیت و از آن معصومیت بدوی و از آن بدویت بینش و بصیرت به راحتی در دسترس قرار می گیرد. مدیتیشن داینامیک یا پویا. هیزم شکن و سنگ شکن نیازی به انجام مدیتیشن پاکسازی ندارند. کل روز همین کار را می کنند. اما برای انسان مدرن چیزها تغییر کرده. وقتی خواب تمام می شود کل طبیعت زنده است.
و زنده می شود. شب رفته، تاریکی دیگر نیست. خورشید بالا آمده و همه چیز هوشیار و بیدار شده است. در این مدیتیشن است هر کاری که انجام می دهی باید همواره بیدار و هوشیار و آگاه باشید. شاهد بمانید، گم نشوید. گم شدن آسان است، خیلی آسان. زمانی که نفس می کشید ممکن است گم شوید، ممکن است چنان با تنفس یکی شوید که شاهد را فراموش کنید. اما با این کار نکته را از دست می دهید. تا جای ممکن عمیق و سریع نفس بکش، کل انرژیتان را در آن بگذارید، اما همچنان شاهد بمانید. آنچه که اتفاق می افتد را مشاهده کنید، گویی که تماشاچی هستید و تمام اینها دارد برای کس دیگری اتفاق می افتد، گویی که کل اینها در بدن اتفاق می افتد و هوشیاری مرکزیت دارد و نگاه می کند. مشاهده باید در هر سه گام وجود داشته باشد و در گام چهارم زمانی که همه چیز متوقف می شود و شما کاملا بی عمل و منجمد شده اید، این بیداری به اوج خودش می رسد. مدیتیشن پویا 5 گام دارد و 1 ساعت به طول می کشد. می تواند به تنهایی انجام شود، اما اگر گروهی انجام شود انرژی قدرتمندتری خواهد داشت. این تجربه فردی است و شما باید نسبت به دیگران بی‌اعتنا بمانید و چشمانتان را بسته نگه دارید. بهتر است از چشم بند استفاده کنید. بهتر است شکم خالی باشد و لباسها کم و راحت. مرحله اول 10 دقیقه. از بینی نامنظم تنفس کنید. همیشه بر بازدم تمرکز کنید. بدن خودش حواسش به دم هست. تا جایی که می توانید سریع و شدید نفس بکشید و بعد کمی شدیدتر، تا زمانی که به راستی تبدیل به تنفس شوید. از حرکات طبیعی بدن استفاده کنید تا انرژیتان بالا برود. احساس کنید که بالا می رود، اما در مرحله اول اجازه ندهید جاری شود. مرحله دوم 10 دقیقه. منفجر شوید. اجازه دهید هر چیزی که لازم است بیرون انداخته شود. کاملا دیوانه شوید، داد بزنید، بپرید، بلرزید، بخوانید، بخندید، برقصید. خودتان را اینور و آنور بزنید، یک پارچه شوید. مرحله سوم 10 دقیقه. با دستان بالا رفته بپرید و در هنگام پایین آمدن تا جای ممکن عمیق هو هو هورها فریاد بزنید. هر زمان که پاهای خود فرود می آیید اجازه دهید صدا عمیقاً بر مرکز جنسی ضربه بزند. هر چه دارید رو کنید. خودتان را کاملاً خسته کنید. مرحله چهارم 10 دقیقه. ایست. در هر حالتی که هستید منجمد شوید. بدن را به هیچ شکل ممکن اداره نکنید. سرفه و یا هر حرکتی جریان انرژیتان را زائل می کند و از بین می برد و تلاش از دست خواهد رفت. نسبت به هر اتفاقی که بر شما می افتد شاهد بمانید. مرحله پنجم 10 دقیقه. جشن بگیرید و همراه با موسیقی و رقص شادی کنید. سپاسگزاریتان را به کل روز ابراز کنید. کل روز شادیتان را حفظ کنید. یک بار اتفاق افتاد. 2 سگ در حال تماشای افرادی بودند که مدیتیشن پویا می کردند و من شنیدم که یکی از سگها به دیگری گفت وقتی این کار را می کنم اربابم به من قرص ضد کرم می دهد. اگر مکان مدیتیشن امکان سر و صدا به شما نمی دهد، می توانید با روش ساکتی انجامش دهید. به جای فریاد زدن و سر و صدا راه انداختن اجازه دهید پاکسازی از طریق حرکات بدنی انجام بیفتد. در مرحله سوم می توانید صدای هو را در سکوت در درونتان بکوبید و در مرحله پنجم می توانید با رقص سپاسگزاریتان را ابراز کنید. کسی گفته مدیتیشنی که اینجا انجام می دهیم دیوانگی محض است. همینطور است. و به دلیل این گونه است. این دیوانگی با روش است، انتخابی آگاهانه است. به یاد بسپار تو نمیتوانی به اختیار خودت دیوانه شوی. دیوانگی تو را تسخیر میکند. فقط بعد از تسخیر شدن دیوانه میشوی.
اگر به اختیار خود دیوانه شوی چیز کاملا متفاوتی است. تو اساساً تحت کنترلی و کسی که بتواند حتی دیوانگیش را کنترل کند هرگز دیوانه نمی شود. احساس درد و خارش در مدیتیشن. اگر احساس درد کردی به آن هوشیار باش، هیچ کاری نکن. توجه شمشیر خوبی است، همه چی را می برد. به سادگی متوجه درد باش. برای مثال در سکوت نشستی، بی حرکت هستی و مشکلات بسیاری را در بدن مشاهده می کنی. احساس می کنی که پاهایت کرخت شده، خارشی در دستت وجود دارد. احساس می کنی که موچه ها روی بدنت می خزند. بارها نگاه کرده ای و مورچه ای ندیده ای. خارش در درون است نه بیرون. چه باید بکنی؟ احساس می کنی پا کرخت شده. تماشاگر باش، کل توجهت را به آن بده. احساس خارش میکنی؟ نخاران. این کار کمکی نمی کند، فقط توجهت را به آن نقطه بده. حتی چشمانت را نیز باز نکن و فقط صبر کن و تماشا کن. در طی چند ثانیه خارش از بین می رود. هر اتفاقی افتاد فقط متوجه باش. حتی اگر در شکم یا در سر احساس درد کردی، این دردها به این خاطر اتفاق می افتد که در مدیتیشن کل بدن تغییر می کند. شیمیش تغییر می کند. چیزهای تازه شروع به رخ دادن می کند و بدن در آشوب است. گاهی شکم تحت تأثیر قرار می گیرد، زیرا شما در شکم عواطف زیادی را سرکوب کرده اید و آنها همگی برانگیخته شدند. گاهی احساس بالا آوردن دارید. گاهی درد زیادی را در سر حس می کنید، زیرا مدیتیشن ساختار درونی مغزتان را تغییر می دهد. با گذر از میان مدیتیشن به راستی در آشوب قرار می گیرید. به زودی چیزها ساکن و آرام خواهند شد، اما برای مدتی همه چیز در ناآرامی و آشوب خواهد بود. پس چه باید بکنی؟ به سادگی درد را در سر می بینی؟ تماشایش کن، یک تماشاگر باش. فراموش کن که کنندهی و رفته رفته همه چیز فروکش می کند و چنان به زیبایی و وقار فروکش می کند که تا زمانی که نشناسیش نمی توانی باور کنی. نه تنها سردرد از بین می رود، زیرا انرژی که در درد ایجاد کرده بود اگر تماشا شود ناپدید می شود، بلکه همان انرژی به لذت تبدیل می شود. این همان انرژی است. درد و لذت دو بعد از همان انرژی هستند که بتوانی در سکوت بنشینی و به آشفتگی خاطر توجه کنی. تمام آشفتگی ها از بین می رود و وقتی تمام آشفتگی ها از بین برود، ناگهان آگاه می شوی که کل بدنت ناپدید شده است. مدیتیشن ماندالا. این مدیتیشن قدرتمند دیگری برای پاکسازی است که دایری از انرژی را ایجاد می کند که نتیجهش مرکزیت یافتنی طبیعی است. گام اول 15 دقیقه با چشمان باز در جا بدوید. با چشمان باز و در جا بدوید و به آرامی و نرمی سرعت بدهید. تا جایی که ممکن است زانوهایتان را بالا بیاورید. نفس عمیق و منظم بکشید تا انرژی در درون به جریان افتد. ذهن را فراموش کنید و بدن را فراموش کنید. ادامه دهید. مرحله دوم 15 دقیقه. با چشمان بسته بنشینید و دهانتان باز و شل باشد. بدنتان را از کمر بچرخانید، مانند نیی که در باد تکان می خورد. احساس کنید که باد شما را به این سو و آن سو می برد، عقب و جلو، دور تا دور. این کار انرژی ها را بیدار می کند و انرژی های بیدار شما را به ناف می آورد. مرحله سوم 15 دقیقه. به پشت دراز بکشید، چشمانتان را باز کنید و با سری ساکن چشم ها را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. کاملا آنها را در حدقه بچرخانید، گویی که دارید عقربه های دوم را دنبال می کنید.
مهم است که دهان باز بماند و فک آسوده باشد با تنفس نرم و منظم. این کار انرژی های مرکزیت یافته تان را به چشم سوم می آورد. مرحله چهارم، 15 دقیقه. چشمانتان را ببندید و ساکن بمانید. من نمی توانم بهشت را برایت بیافرینم. به همین دلیل است که تمام مدیتیشن هایم در ابتدا برای خلق جهنم طراحی شده. نیاز به پاکسازی. هر روز 60 دقیقه دنیا را فراموش کن. بگذار دنیا از تو ناپدید شود و تو از دنیا ناپدید شوی. 180 درجه به چرخ و به درون نگاه کن. در آغاز فقط ابرها را خواهی دید. نگرانشان نباش. آن ابرها توسط سرکوبی های خودت ایجاد شدند. با خشم، نفرت و حسد و تمام انواع سیاه چاله ها روبرو خواهی شد. تو آنها را سرکوب کرده ای و همین دلیل آنجا هستند و این به اصطلاح مذاهبتان به تو آموزش دادن که سرکوبشان کنی. آنها همچون زخم آنجا هستند. تو آنها را پنهان کرده بودی و همین دلیل است که تأکید من اول بر پاکسازی است. تا زمانی که از میان پاکسازی عبور نکنی نمیتوانی از میان ابرها گذر کنی. خسته کننده خواهد بود و ممکن است چنان بی صبر شوی که به دنیا بازگردی و خواهی گفت آنجا چیزی نیست، نیلوفر و رایحه‌ای نیست، تنها تعفن است و مزخرفات. تو این را میدانی. وقتی چشمانت را میبندی و شروع به رفتن به درون میکنی با چه چیزی مواجه میشوی؟ با آن سرزمین های زیبا که بوداها در موردش حرف زدن روبرو نمی شوی. با جهنم ها، سرکوبی ها و ناراحتی ها مواجه می شوی. خشم زندگی های بسیار در آنجا انباشته شده است. تنها بدبختی آنجاست. به همین دلیل فرد می خواهد بیرون بماند. می خواهد برود فیلم ببیند، باشگاه برود، مردم را ببیند و چرند بگوید. فرد می خواهد سرگرم بماند تا خسته شود و به خواب برود. این روش زندگی توست. این سبک زندگی توست. وقتی فرد شروع به دیدن درون می کند طبیعتاً بسیار متعجب می شود. بوداها می گویند که رایحه عالی وجود دارد. شما با نیلوفرهای شکوفا مواجه می شوید و چنان رایحه‌ای که ابدی است و رنگ گلها یکسان می ماند. آنها درباره این بهشت حرف می زند. آنها درباره این پادشاهی خداوند سخن میگویند که در درون شماست و وقتی شما به درون میروید فقط با جهنم مواجه میشوید. شما سرزمین بوداها را نمیبینید بلکه اردوگاه‌های آدولف هیتلر را میبینید. طبیعتاً شروع به این فکر میکنید که بهتر است بیرون بمانم. فکر می کنید که همش چرند هست و چرا با زخمهایم بازی کنم؟ آسیب می زند و چرک شروع به بیرون آمدن می کند و این کثیف است. اما پاکسازی کمک می کند. اگر پاکسازی کنی، اگر مدیتیشن های بی نظم را انجام دهی، ابتدا مدیتیشن های فعال، سپس مدیتیشن های منفعل. شما زمانی می توانید مدیتیشن های منفعل را انجام دهید که هر آنچه که دور ریخته بودی دور ریخته شده باشد. خشم دور ریخته شده باشد، حسد دور ریخته شده باشد، لایه روی لایه. این چیزها آنجا هستند، اما زمانی که آنها را به بیرون پرتاب می کنید به سادگی می توانید به درون سر بخورید. مانعی وجود ندارد. و ناگهان روشنایی نور سرزمین بوداها و ناگهان در جهان کاملا متفاوتی هستید. جهان قانون نیلوفری، جهان دارما، جهان تائو. کتک زدن بالش. وقتی خشمگینی لازم نیست علیه کسی خشمگین باشی، فقط خشمگین باش.
بگذار این یک مدیتیشن باشد. در اتاق را ببند، تنها بنشین و بگذار خشم تا جایی که میتواند بالا بیاید. اگر دوست داری بزنی، بالش را بزن. هر کاری دوست داری بکن، بالش مخالفت نخواهد کرد. اگر میخواهی بالش را بکشی، چاقو را بردار و بکش. این کار کمک میکند، خیلی کمک میکند. نمیتوانی تصور کنی که بالش چقدر میتواند کمک کند. بزنش، گازش بگیر، پرتابش کن. اگر از دست کسی عصبانی هستی، اسمش را روی بالش بنویس یا عکسش را به بالش بچسبان. احساس حماقت و احساس مضحکی خواهد داشت، اما خشم مضحک است. نمیتوانی کاری در قبالش انجام دهی، پس بگذار باشد و مانند یک پدیده انرژی از آن لذت ببر. این یک پدیده انرژی است. اگر به کسی آسیب نرسانی، هیچ کار خطایی در آن نیست. وقتی این کار را امتحان کنی، خواهی دید که عقیده آسیب رساندن به دیگری رفته رفته از بین می رود. از این تمرینی روزانه بساز. هر صبح فقط 20 دقیقه. آنگاه کل روز را تماشا کن. آرامتر خواهی بود، زیرا انرژی که به خشم تبدیل شده بود به بیرون پرتاب شده است. انرژی که سمی شده بود از سیستم بیرون انداخته شده است. حداقل به مدت 2 هفته این کار را انجام بده و بعد از 1 هفته از این شگفت زده خواهی شد که موقعیت هر طور باشد، دیگر خشم بالا نمی آید. فقط امتحانش کن. مانند سگ له له بزن. مستقیماً کار کردن با خشم دشوار است، زیرا ممکن است عمیقاً سرکوب شده باشد. پس غیر مستقیم کار کن. دویدن کمک می‌کند خشم و ترس زیادی بخار شود. وقتی به مدت طولانی می‌دوی و عمیق نفس می‌کشی، ذهن از عمل کردن باز می‌ایستد و بدن حاکم می‌شود. و یک تمرین کوچک می تواند خیلی کمک کند. هر زمان کسی تنفسش تا زیر شکم نرود، تنفسش به گونه‌ای سطحی است. او می تواند مانند سگ راه برود و له له بزند. می تواند زبانش را بیرون بیاورد و آویزان بگذارد و مانند سگ اینور و آنور برود و له له بزند. کل گذرگاه باز خواهد شد. هر زمان کسی مانعی در گذرگاه داشته باشد، له له زدن میتواند بسیار اهمیت داشته باشد. اگر نیم ساعت له له بزند، خشمش به زیبایی جاری خواهد شد، کل بدنش درگیر خواهد شد. پس میتوانی گاهی این را در اتاقت امتحان کنی. میتوانی در برابر آینه واق واق و قرش کنی. بعد از 3 هفته احساس میکنی که چیزها بسیار بسیار عمیق شدند. یک بار که خشم آسوده می شود، می رود و تو احساس آزادی خواهی کرد. مدیتیشن با پاکسازی آغاز و با جشن تمام می شود. خب دوستان، این بود بخش طلوع از کتاب نارنجی اوشو. مرسی از این که ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم هست، حتما توی کامنت ها برامون بنویسید و سپاسگزاریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.